بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. ادامه مسابقات وزن برداری جام هلسینکی رو از توکیو ژاپن براتون گزارش می کنم. این چهره چفتوویچ هست، چهره شاخص تمامی دیدارهای وزن برداری. بدنش بی‌نظیر هست و سال هاست که در وزن 360 کیلو یک ضرب بی‌رقیب بوده. او رو کماکان همه کسایی که ورزشکار هستن میشناسن، وزنهاش رو چک میکنه. براش مهم هست که این وزنها چطور حتی بسته شدن. حرکاتش بسیار اصولی هست و الان دیگه تقریبا در سمت مربی در جام‌های جهانی عمل میکنه. این بار به خاطر حساسیت جام آمده تا یک بار دیگه محک بزنه. تمرکز میگیره، جای پاهاش رو درست میکنه و ببینیم که این 362 کیلو رو چطور بالای سر میبره. اگر این 2 کیلو اضافه رو بزنه، رکورد قبلی خودش رو در واقع تونسته بشکنه. فرم پاها بسیار زیبا و اصولی است. نگاه میکنه، نمیدونم کجا رو داره میبینه، ولی در تمرکز هست. هی فوت میکنه، بالای سر میبره یک ضرب و سه چراغ روشن نمیشه، ولی اعلام میکنن که برنده هست. اجازه بدید اینجا ببینم که چه خبر هست. آقا در عقبو ببرید، هنوز آقا جان سوار شن. آقا جان نیست، اینطور که خدمتتون عرض کردم، سه دفعه عمل شده و گفتن این بینی دیگه جای کوچکتر شدن نداره. یعنی هر دفعه که عمل شده یه مقداری کوچکتر شده و دفعه چهارم که برای عمل بردیم، دکتر اولی که دیدن گفتن من عمل نمی‌کنم و همینطور دکترهای دیگه گفتن که ما دیگه دست به این بینی نمیزنیم، چون قضروفیه دیگه جای کوچکتر شدن نداره. من خودم خیلی نگران هستم از این بابت و گفتن خطرناکه دست به عمل زدن. هر مبلغی هم باشه حاضرم بدم برای اینکه این کوچیک‌تر شه. البته باز یه سه عمل مختلف توی فاصله های یک ماهه میشکار میکنیم و با جراحی پلاستیک مسئله حل خواهد شد. هیچ ناراحت نباشین، فقط شما بفرمایید که این پرونده ای که اینجاست یه مقدار ناقصه. تمام مدارک های اون عملایی که قبلا انجام شده جمع آوری بشه. ببخشید، یعنی امیدی هست دیگه؟ خاطر جمع باشید. بله، پرونده بقیهش دست خودشه. میخوای من صداش کنم شما هم یه بار ببینید؟ یعنی که شما خودتون؟ نه، بینی من نیست، بینی برادرمه که بیرون وایسادن الان. اگه اجازه بدین صداش کنم. خب بس لطف کنید بگن بیان تو. بله. رامبو جان، بخشی یه ذره خجالتیه من صدا. رامبو جان، سلام جانم، بفرمایید. اسم شما؟ رامبوت. های رامبوت، چند سالتونه شما؟ 29 سال. 29 سال. خب این که عملی البته برادرتون خیلی ناراحت در رابطه با داداش. دیدیم بره برم بره برم بم بم. بابا چند سال دیگه داریم تا دانشگاه دانشجو بشیم؟ خیلی مونده پسرم،
زنانا باید درس بخونیم. بابا میگم یه جوک بگم بخندی لطیفه. بگو بینم. یه مرده یه سال میگرده دنبال خونه، همه جره میگرده خونه گیر نمیاره. چیزی بابا میگم تابستون شده، الان که میریم کنار دریا ماهی گیری ماهی بگیریم، توی آب شنا کنیم. اینقدر من دریا رو دوست دارم دیگه، دریا من مرده هستن اینقدر دوست دارم. بریم کنار دریا تو ساحل ماهی بگیریم، بعد هندونه بخوریم بابا، توی ساحل هندونه بشکنیم، قاچقاجیش کنیم بخوریم هندونه. راستی مرداد جون، بله. یادت باشه یه هندوونه خاچ کردم گذاشتم تو یخچال، بعد از ظهر عمو پرویز و عمو خسرو میان خونه ما، یه موقع نبینم بری سر یخچالا. خب چشم. اصلا ما که هندوونه اصلا دوست نداریم بخوریم، هندوونه نمیخوریم که اصلا. ما اگه ببینم بری سر یخچال هندوونه رو بخوری دیگه پارک نمیبرمه. پارک نمیبرم. اصلا ما تیرفتیم سر یخچال هندوونه خوردیم، این بار دومون باشه نون گندم نخوردیم بابا، تو دست مردم که دیدیم. حالا بریم اون کشونو واکس بزنیم بابا. این کیفم اینجا باشه، این آجی سهر نهید برداره باش بازی کنه. الان میایم بریم کفشمونو باکس بزنیم. بابا بابایی. بله. یه چند لحظه وقتتون رو بدید به من بیاید توی اشپس کنه، یه مشکل کوچولو پیش اومده. بیا بیا بابا، بیا بیا بابا، بیا پاون نمیرسه. ای 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 بالا چی کار میکنی تو؟ بابا ببین یه این پشتی ها رو چرا به هم زدی؟ بیا پایین بینم. خب پاون نمیرسید، میخواستیم بریم بالا یخچال. ببین بابا، یه شما دروغ گفتی یا اینکه یه نفر اومده هندونه رو خورده. خودت گفتی سر یخچال هندونه گذاشتی، اومدیم بالا یخچال، سر یخچال اصلا نه هندونه هست نه چیزی. حالا یا دروغ گفتی یا اینکه یه نفر اومده هندونه رو خورده. چی میخندی؟ بیا پایی، بیا پایی. نه اول بگو دروغ گفتی هندونه گذاشتی سر یخچال. بیا پایی. چرا میخندی؟ بیا پایین بچه، بیا این یخچال خراب میشه، بیا پایین. یعنی دیرو گفتی شما؟ بیا پایین بهت بگم، بیا پایین. آخه خودش میگه هندونه گوشی اینجا. حاضری سعید جان؟ بله. بریم زبطو. منم زبط نکنم. چیه؟ به درد نمیخوره این، اصلا نمیتونه. یعنی چی؟ نمیتونه، میتونه بابا. جذاب نیست، زنگو به تماشاشی دعوا داره. تست داده قبلا، میتونه. چیه؟ نمیتونه اصلا، صورتش انعطاف نداره. خشکه صورتش، خشکه. یعنی چی صورتش خشکه؟ نمیدونم، خشکه اصلا این کاره نیست. نرمش نداره، میمیده سفته. نه همینجا ماسکه، خشکه. چی میگی؟ بریم زبط آقا. تو فکر نگران هست. بریم با من آقا، با من. بریم. ببینیم چی میشه. بریم زبط. حاضرید آقا؟ مثلا میخواد. سعید جان حاضری؟ بله. اب نداره، صورتش خوش باشه. 3 2 1. بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. برنامه بعد برنامه علمی درباره تحقیقی است درباره علل سوراخ شدن لایه اوزون و راه‌های پیشگیری آن. همونطوری که بینندگان میدونن لایه اوزون عین یه بادکنکی دور زمین رو گرفته و در حال حاضر سوراخ شده. نگه داریم آقا. این بیانتی هم شلوغه، صورتش هم خوش. خب میگم که صورتش خوش که گوش نمیکنه. انعطاف نداره. انعطاف نداره. راست میگه. منم متقاعد مجسمه است.
چیه یخه؟ اصلا اخماش تو اون عبوسه. چیکار کنم؟ یه بار دیگه بگی عزیزم. دیگه بگی. یکم شادتر، یکم بهتر، یکم چیزتر، خوشبرورتر. بریم بابا. ساکت. ضبط میشه. 3، 2، 1. بینندگان عزیز سلام عرض کردم خدمتتون. زمین گفتم لایه اوزون این یه بادکنکی دورش گرفته و الان سوراخ شده و همینجوری پس بادش در میره و محققین تحقیق کردن و علل اون رو پیدا کردن. بابا صورت این خشکه. چیزه. برنامه خوب باید ضبط چه الان فرصت جایگزینی نداره. امیر جان اون آب پاش کجا سایزه؟ یه لحظه یه دو تا چهار تا بپوش صورتش ببین. از خشکی در میاد یا نه؟ آره. بیشتر بپاید. شما رو به نور نگاه کنیم. این بر. آها. اون برش هم بزن. خیلی خوب. خب بسه. بریم زن. بذاره نرمش نشون. بریم بهتر شو. بریم زن. حاضری آقا. بله. 3، 2، 1. بینندگان عزیز مجددا سلام عرض میکنم خدمت. لایه اوزون سوراخ شده و همه ما نگرانیم. همینطور بادش میره. برنامه بعدی تحقیقی درباره علل سوراخ شدن لایه. ببخشید سعید جان. این خشکه هنوز میگم که خشکه. برو یه ذره دیگه. اصلا با این آب پاشویا درست نمیشه. کم بریزا چیز نشه یه دفعه. آب پاش چیز نمیکنه. صورتش خیلی خوشگیه. خب، حاضری سعید جان؟ بله، سعید. این دست خشکی کم باید در بیای. ببخشید، ماشاءالله. کمکت بریم عزیزم. به حست کمک کن. 3، 2، خودت هم کمک کن یکم باز کن اخمتو. 3، 2، 1. بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. برنامه علمی بعد برنامه تحقیق درباره لایه اوزون و علل سوراخ شدن اونه. شما همونطوری که میدونید لایه اوزون نگه داریم. آقا برو با اساسی آب بریز قشن. اون سطل رو بریزیم خشک هنوز. یواش بریز. سعید جان اخمتو بکن. اخمتو بکن. بخند بخند. یواش بریز. بخند. خیلی خوب. خب بهتر شد ها؟ آره عزیز. امیر جان همون کنار وایسا. این سطل رو اون سطل رو ببر. جان. بذار آب بریز تو این. بذار آب بریز تو این از بالا. خیلی خوب. اینو بگی دستت. وایسا تو کادر نباشی. برو. تو کادری الان. بیا عقب. همونجا وایسا. آره. هم برنامه رو که شروع کرد نم همینجوری بریست آخر برنامه. خیلی. خب این چون ول کنی خوش میشه با صورتش. سعی کن استفاده بریم. کنیم. سعید جان من دیگه قطع نمی کنم. بریم ضبط. 3، 2، 1. ضبط میشه. 3، 2، 1. بینندگان عزیز مجددا سلام عرض میکنم. برنامه علمی بعد برنامه تحقیق درباره لایه اوزون. همونطوری که شما می‌دونید لایه اوزون سوراخ شده و آقا خسته نباشید. خوبی شما؟ خیلی ممنون. شما آب طالبی دارید؟ نه. ندارید؟ چی دارید؟ شیر کاکائو و ساندیس. به نظر شما آقا اولین بار آب طالبی چطوری اختراع شده؟ اطلاع ندارم. اولین بار آب طالبی چطوری اختراع شده؟ آب طالبی خوب طالبی کاشتن تو زمین. آها. سبز کرده بزرگ شده رسیده و برن آب شگفتن شده آب طالبی. شما نمیدونید آب طالبی چطوری اختراع شد؟ نه نمیدونم. همینطوری نمیتونید حدس بزنید که اولین بار آب طالبی چطوری اختراع شده؟ نه نمیدونم. آب طالبی دوست داری؟ نه. خب میگفتی دادش بگو. چی بگم دیگه آخه؟ من اصلا نباید سر تو درد میآوردم. بابا این حرفا چه راحت با جا چی دارد میخواد؟ اینجوریه دیگه خلاصه اینجوریه دیگه. ما دخلم به خرجم نمیرسه. اصلا نمیخونن با هم. یعنی دخلم اینجاست، خرجم اینجاست. اصلا نمیرسونم. میدونی الان نمیرسونم. همینه. میدونم. من خودم سیوم که حقوق میگیرم. خب. باور کن جون رادش. هشتم برنامه هم گروه. میدونم ولی خواست من آدمم دیگه آدمم دیگه. میخوام مهمون دعوت کنم دیگه. مثلا مهمون میخوام دعوت کنم خونه نمیتونم. چرا؟ دو ساعت دارم میگم نمیرسونم. تازه میگی چرا؟ نمیرسونم. من تازه ببین طالبیه. این طالبیه. بعد دو هفته تازه اینو خریدم. مهمون دعوت کردم گفتم بیا.
طالبی آره تازه برای دو هفته بازش نکن نه ببینم بالا نندازی اینجوری نه همینجوری نگاهش کن نه همینجوری نگاهش کن دیگه آخه طالبیه تاز و درش نیاد عباسون بذار طالبی برای مهمونی گرفت آره این مثل طلا اصلا وصل به جونم بذار تو بذار تو مگه چقدر پول بالا اندازی تازه اینم که تعریفی نداره لیده است که لیده است خوبه دیگه میخوام چیکار کنم میخوام مهمون دعوت کنم خوبه دیگه دو هفته تازه اینو خریدم تازه میگه لیده است میدارمش اینجا بهت بر نخوره آیه مقدار خب میگفتی نگاش نکنم طالبیه دیگه الان مهمون دعوت کردم و اینا گفتم بیاد به هر حال نادرم نمیاد مهموناتون میان امروز آره میان امروز پس منم میام خونت خب بیا میام بخوره دیگه امروز طالبی گرفتی منم میام بس دوستی به چه درد میخوره ردش جون نادرم سلام نادر سلام حالتون خوبه خوبی خوبی برزیل دو تا گل زد تو خوبی قربونت چطور؟ برزیل دو تا گل زد؟ دو تا زد؟ پایی که میذارن گوش کن مثلا کلن روحیه رو عوض میکنن اینجوری نباش من عمو خودم هم ورشکستم اگه یادت نیست پارسال آره عمو نادر خودت میشناختش دیگه تا لب مرگ رسید دیگه یعنی تا مرز مرگ رسیده بود آدم چی میدونه از زندگی هیچ خبری نداره بخم بابا حالا تو اینجا رو ببین خیلی خوشت میاد هر روز این تصویر هندیه بحبه. این شکل رنگ ها زندگی اصلا باید نباید نسبت بهش اینقدر حساس باشه هر چی حساس تر باشی آواز گوش بده ببین چه قصه دم 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 آها خندید گوش بده کم کم آها سلام سلام خوش آمدید سلام خوش آمدید اپل کو میری اوار کلور میری جان نہیں جاتا کرتا ہے اوپر تیرے کے خوش آمدید خوبی صاحب ممنون ممنون این منو ببین چی میخواد نگاه کن اسم غذا رو ببین اود هندی کدومش خوبه چی من نمیدونم چیه همینجوری بگو شانسی ما نمیدونیم غذا چیه دیگه اینو پتر پنجالی غذا پنجابی غذای پنجابی غذای پنجابی نیست خورتان ناده چی پنجالی؟ پنجالی نه پنجاب پنجاب هندوستان پنجاب اود هندوستان جغرافی نخونه مایی سند و پنجاب و اینجا هست ما رو دور برای هیمالیا است دیگه برای اپل بفرمایی بیا شما کدوم غذا خورد؟ همونی که گفتین تمام شما در پنجاب همون چی بود؟ پنجاب؟ شما دوست شما پنجاب اونجا؟ شما غذا بطر پنجالی پنجابی؟ یه مقدار دوستم دلش خوب نیست
این دوست شما غمگینه؟ غمگینه، بله. آدم نباید غمگین بود، دنیا بزرگه. گوش کن، گوش کن. دنیا بزرگه. تو قول شاعر، شاعر هندوستان میگه اوپر تک جائے گا ہے تم میرے دل ہاں اور تم میرے دل میرا جائے گا او پتھر بن جا لے ہو پتھر بن جا لے ہو پتھر بن جا لے ہو قضا آمد ہے سلام آوردن کرتا دست در نکن ببین اصلا اینجا رویه میده به آدم مینه آدماشو میبینی اصلا از یه روانشناس بهتره نه الان درست میشه یکم باید به دست در نه این همون چه میباره دنبال پنجابی پنجابی کلن عوض شد جدن میگه من بیار شده یه نه حالا اینجا امیدوارم که قضا خوشمزه باشه شما هر روز برن سرام بیایی دست در نکه دوست عزیز رویش قم نکه درد نکه با قضا هندی محبت کی زیاد جایی گای پرتا ہے اوپر دیئے جبل کو میری حواری کو میری جان نی جادا کرتا ہے اوپر دائے جائی چرتا پر نجم ما چند بیحال نیم جا نمیخورم بابا بخور دیگه یه لقمه بخور بخور تو بزن برات پنجالی پنجالی اصلا این رنگ غذا نشون میده چیه اینجا ببین رضا جان اینجا من به آرامش گفتم بیا اینجا آرامش پیدا کن اگه تو هر روز بیا اینجا به خود یک ماه فقط تو بیا اینجا آرامش پیدا کن